من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بنادگان شبکه جهانی نور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید است که همیشه در زندگی موفق و معید و پیروز باشید. با برنامه زندگی برتر در خدمت شما هستیم و موضوع برنامه امروز ما در مورد پدر سالاری است و این برنامه یا برنامه زندگی برتر این آخرین برنامه است که شما میبینید و از هفته آینده انشالله تمام برنامه ها یا دوره جدید برنامه ها شروع میشه و تمام برنامه ها در اون دگرگونی به وجود اومده که انشالله این تغییر و تحولی که در برنامه ها به وجود اومده و برنامه های جدیدی که به خدمت شما ارائه میشه انشالله که مورد توجه و استفادهتون قرار بگیره. در خدمت استاد محترم دکتر عبدالعلیم احمدزی هستیم و موضوع پدر سالاری که موضوع بسیار مهمی است که در اسلام بعضی از افراد از اون مسئولیتی که خداوند و شریعت به عهده پدرها گذاشته، این پدران از این مسئولیت سوء استفاده میکنن یا طوری استفاده میکنن که ممکنه این سوء استفاده اونها باعث ضربه خوردن به خانواده بشه و زندگی رو دچار تزلزل بکنه. حالا ما انشالله این موضوع رو با دکتر و میهمان عزیزمون دکتر عبدالعلیم پی خواهیم گرفت. دکتر خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون و از اینکه قدم راجع فرمودید متشکریم. اگر با بینندگان سلام علیک دارید بفرمایید تا اینکه بپردازیم به موضوع بسیار مهم امشب. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلاة و سلام على سید الاولین و الاخرین محمد و على آله و اصحابه اجمعین و من تبعهم به احسان الى یوم الدین. نخست از همه خدمت شما و استاد گرامی استاد هاشمی و خدمت تمام کارمندان شبکه نور و خدمت تمام بینده های عزیزی که این شبکه را در هر گوشه و کنار جهان میبینن و تعقیب میکنن عرض ادب احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. علیکم السلام استاد محترم. خب استاد عزیز، موضوع پدر سالاری موضوع بسیار مهمی است و حالا ما برای بینندگانمون این موضوع رو موشکافی بکنیم که وظایف پدر اینها چیست، و حالا قبل از این که ما به این وظایف بپردازیم، اگر در مورد مقام پدر و مادر از نظر اسلام و از دیدگاه اسلام که پدر و مادر چی جایگاهی در اسلام دارن، این اگر بیان بفرمایید ممنون میشیم. بله، چون که عنوان موضوع یکی از عنوانهای خیلی هوشداری هست برای آن پدرانی که اساساً نه حقوق خود را میشناسن و نه حقوق دیگران را میشناسن، متوجه باشن که واقعاً خداوند متعال هر انسان را آفریده و برای هر انسان حقوق داده هست. پدر هم یکی از همون افرادی هست در جامعه انسانی و در جامعه اسلامی که خودشان هم حقوقی دارن و هم واجباتی دارن که باید به هر دو متوجه باشن. لذا اساسا قسمی که تشکیل جوامع بشری از تشکیل خانواده ها می شود، بله، که رکن اساسی هر خانواده پدر و مادر هست. بله. و بعد از او از وجود این دو شخص نسل های به میان می آید. بله. لذا این دو عنصر یکی از مهمترین عناصر هر فامیل و هر جامعه هستند. قضیه اگر به شکل مقدمه برای فرصت بدین که این نقطه را توضیح بدم، بعد از اون موضوع برمیگردیم انشاءالله. قضیه پدر سالاری و یا بنده عرض میکند که یا قضیه پدر رهایی، این دو واژه است که اساساً رد هست از دیدگاه اسلام.
ما اگر به تمام مسائل که در اسلام آمده است، اگر احکام هست، اگر عبادات هست، اگر اخلاقیات هست، آداب هست، همش یک جایگاه اعتدال دارد. در اسلام هر آن چیزی که از نقطه نظر اعتدال دور می شود او رد هست. یعنی از حد وسط اگر بگذرد مرد، بله، اگر از حد وسط بگذرد او را ما یا افراط میگوییم و یا تفریط. غلو در هر عمل، در هر کردار جایز نیست. همچنان تفریط در اسلام جایز نیست. افراط و تفریط، چرا که دین ما دین اعتدال است، دین وسطیت است. یهودها در دینشان تفریط کردن، مسیحی ها در دینشان افراط کردن. لذا اونها هر دویشان به لعنت الهی گرفتار شدن. یعنی مقصود از تفریط و افراط یعنی یکی غلو کردن، یکی کوتاهی کردن. یک کوتاهی کردن، بله. یعنی کوتاهی و یا غلو در دین هر دو چی است؟ رد هست. لذا ما وقتی که در مسئله پدر سالاری صحبت میکنیم، این معنی مرحله افراطی هست، غلو هست. در چی؟ در مسائل حقوقی که پدر خود را آنقدر حق میدهد که حقوق دیگران باید زیر پا شود، پایمال شود. بله. لذا این چی است؟ این از نقطه نظر اسلام رد هست. بله. پدر آنقدر باید دوربین باشد، آنقدر نگاه خوب و صحیح درست داشته باشد که بتواند سیستم خانواده را محفوظ نماید. یعنی آینده بین باشه، دور یعنی بله، آینده بین باشد. بله. مسائل دقیقاً باید مطالعه بکند و دقیقاً برخورد خوبی در فامیل داشته باشند. بله. با همسر، با فرزند، با خرد و بزرگ، هر کس برای خود یک جایگاه خاص دارد. لذا بزرگترین مشکلی که ما فعلا در جامعه خود داریم، خصوصا اگر بگویم افغانستان و ایران و یا تاجیکستان و یا به شکل عام تمام جامعه بشری، با این چالش دچار هستند. بعضی پدرها هست که سیستم دیکتاتوری و یا سیستم عسکری در فامیلات تطبیق میکنند. این هم رد هست. چرا؟ اگر ما ببینیم که سیستم های پدرسالاری و یا دیکتاتوری و یا سیستم عسکری در فامیل ها اراده یا نظامی سلب اراده دیگر را میکند. خداوند برای هر کسی توانایی های مختلفی داده، توانایی های عقلی، توانایی های جسمی، توانایی های کار، اختراع، ابتکار. یعنی هیچ کس دیگه جرأت ابراز عقیده و اظهار نظر نداره. نداره، بله. این چی است؟ این سیستم های نظامی و یا سیستم های دیکتاتوری است که اساسا در جامعه بشری رد هست. بله. یعنی رسول صلی الله علیه و سلم با اون مقام و جایگاهی که داشت او با صحابه خود مشوره میکند. بله. در غزوه بدر وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میآید، بر صحابه میگوین که ما باید اون موقع را بگیریم و در اون موقع باشیم. صحابی جل میآید، برشان میگوید که یا رسول الله، اگر امی نظر شما وحی باشد، سمعا و طاعتا، ما میپذیریم. اما اگر نقطه نظر نظامی شما این موقعیت انتخاب کرده باشین، یعنی پیشنهاد شخصی خودتون باشه، بله، پیشنهاد شخصی خودتون باشه، این جای مناسب نیست که ما و یا صحابه در اینجا باشن. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که شما چی میگون؟ گفتن که این جای تغییر میتیم، در جای دیگه میریم. اما سیستم چی را برشان بیان کردن، سیستم نظامی که کدام جای یعنی موفق تر است که باید ما انتخاب کنیم، بهتره، بهتر است. در اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و آله از نظر خود گذشتن. بله. نظر امو صحابی را پذیرفتن، چرا که وحی نبودی. این نظر شخصی پیامبر صلی الله علیه و آله بود. لذا در سیستم، حتی در مسائلی که رسول علیه السلام به تشریع ربط نداشت، بله، و نظر صحابه را میپذیرفتن. بله. حتی نظر همسران خود را میپذیرفتن، نظر ام سلمه رضی الله عنها در صلح حدیبیه که پذیرفتن. بله. همه صحابه یک طرف بودن، ولی ام سلمه نظری که به رسول صلی الله علیه السلام دادن او را پذیرفتن. بله. لذا قضیه فرض رأیه یا اینکه رأی خود انسان در یک فامیل لازم بسازه برای دیگران، ای از نقطه نظر اسلامی و انسانی چی است؟ قابل پذیرش نیست. در مقابل به شکل مختصر بگویم که پدر رهایی رو میگوید که سیستم تفرید آدم بکنه در فامیل، همه را به سر خود گذاشتن که هر کس هر چی میکنه، طفل کار خود میکنه، همسر کار خود میکنه، خرد و بزرگ همه در راه خود روان هستن. این هم جایز نیست. پدر مدیر یک خانواده هست. مدیر باید تمام حدود مرزها را باید ترسیم بکنه برای یک فامیل،
برای همسر، برای فرزند، برای خورد، برای بزرگ، که یک فامیل سالم درست موفق باید در جامعه تقدیم بکردند. این به شکل مختصر مقدمه را خدمت شما عرض کردم. عالی میم به پرسش شما که مقام والدین یا پدر و مادر در جامعه چی است؟ ما میبینیم که جامعه اسلامی نسبت به جامعه غیر اسلامی برای پدر و مادر جایگاه خاصی داده است. بله. فرزندان باید بدانند که پدر و مادر دو شخص عادی نیست. بله. این دو شخص کسایی هستند که سبب وجود فرزندا شده است. بله. فامیل از وجود پدر و مادر تشکیل شده. اگر پدر و مادر نمی بود، فامیل به میان نمی آید. بله. لذا رسول صلی الله علیه و سلم ما را امر کرده که تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. بله. شما همسران پر محبت همراهشان عروسی کنین، همسرانی که اونها ولود باشن، یعنی فرزند می آورن، یعنی بسیار بسیار فرزند بچه می زاین. بله. چرا؟ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. بله. ما با زیادت شما در روز قیامت می بالم افتخار میکنم. بله. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم هر قدر امتش بیشتر باشد با مو اندازه خوش می شود، افتخار میکند. بله. پس چی است؟ یعنی پدر و مادر جایگاه خاصی داره در اسلام. فرزندان باید بدانند که اونها چی مقامی را دارن. من خدمت شما آیت را که در سوره نساء خداوند ذکر کرده، خداوند متعال می فرماید که وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. شما پرستش خدا را کنین و با خداوند هیچ کس را شریک نسازین در چی؟ در عبادت، در اطاعت، در تشریع. وبالوالدین احسانا. و با پدر و مادرتان نیکویی کنید. بله. نیکویی با پدر و مادر. بله. در اینجا نقطه جالب ای است که خداوند متعال احسان و نیکویی با پدر و مادر را مقرون به عبادت خود ساخت. یعنی بعد از عبادت خداوند موضوع نیکویی با پدر و مادر میاد. بله. این از بزرگترین عبادات، بعد از عبادت خداوند نیکی به پدر و مادر. بله، بعد از قضیه توحید و عقیده خداوند نگفت که شما اعبد الله ولا تشرکوا به شیئا، نماز بخوانین، روزه بگیرین، زکات بدین. بله. ببینید این مسائل حقوقی هست. بله. حتی در حدیث ما داریم که پیامبر علیه الصلاه و السلام فرمودن که خداوند از حق خود میگذرد ولی از حق بنده هایش نمیگذرد. بله. شهیدی که در راه خداوند شهید میشود، خداوند در اولین قطره خونش که از بدنش به زمین میریزد تمام گناهایش برش میبخشد جز دین. بله، بدهکاریش. بله، دین یا قرضی که از طرف کسی بالایش باشد او رو خداوند برش نمیبخشد. بله. مسئله حقوقی این مسئله خیلی ضرور است که باید بیننده ها به او متوجه باشند. بله. پس اینجا نیکویی و احسان با پدر و مادر از مهمترین عبادات هست، از مهمترین مسائل حقوقی است که بزرگترین حقوقی را که بالای فرزندان دار او کی است؟ پدر و مادر هست. بله. و حتی یک آیت دیگر هم که در سوره اسراء خداوند فرموده به شکل مختصر عرض میکنم که خداوند متعال می فرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. خداوند میگه و قضا ربک، امر کرده. بله. پروردگار شما که شما پرستش خدا را کنین و بالوالدین احسانا و با پدر و مادر شما نیکویی کنین. اینجا هم عین قضیه آیاتی که در سوره نساء خداوند فرموده بود آیه 36 و در سوره آیه 23 هست فرموده. بعد از خداوند این سیستم نیکویی با پدر و مادر خداوند ذکر میکنه که خصوصا پدر و مادری که به عمرشان زیاد باشد، کلان سال باشند، پیر مرد باشند، پیر زن باشند، این وقت خدمت اونها هست که باید فرزندان دل اونها را به دست آورند. بله. و خدمت بیشتر اونها را بکنن. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. حتی قضیه کلمه اف بر پدر مادر استعمال نکنین. پدر مادر شما را امر میکنه که فلانی جای برین، فلانی چیز بیارین، در چیزای مشروع. بله. یه وقت که شما را امر میکنه باید شما پیروی از او را بکنین. بله. و اونها را چی نگذارین، مخالفت اونها را نکنین. بله. و کلمه مخالفت حتی تعفیفه اینجا خداوند منع کرد. یعنی وقتی که برای شما میگوید که فلانی کار کنین، شما میگین که اف. یعنی اف کلمه زجر هست. بله. نمیتونم. بله. یعنی این کمترین کلمه است. کمترین کلمه است که پدر و مادر به او اذیت میشوند. بله. حتی باز مفسرین میگوید وقتی کلمه اف حرام هست، شتم و ضرب و ایذای بیشتر اولاتر، به شکل اولاتر حرام هست. یعنی بله. دشنام زدن به پدر و مادر، لتوکوب کردن اونها. بله. مطلقا حرام. لیکن تحریمش شدیدتر هست. بله، نهرش. بله. که اونها را از خانه بیرون میکنه. بله. یا حتی یه هست در جوامع مافیا. بله. اونها را تحویل از خانه بیرون. بله. میکنن. بله. تحویل دار مسنین میکنن. بله.
برن شما را دیگه خیر. ای چی است؟ ای یکی از پدیده های زشت کشورهای غربی است که به کشورهای اسلامی نقل شده. بله. در اونجا وقتی که پدر و مادر بزرگ می شود از خانه بیرون می کنند، به دارالمحسنین می فرستند. بله. اما در اسلام می گوید هر قدر که عمرشان زیاد می شود به من اندازه باید خدمت بشه. بله، تحویل آسایشگاهشون می دن و اصلا دیگه سراغ اون هم نمی گیرن. بله. بله. و بعد از او خداوند فرموده که همیش میگه فرزندان بر پدر و مادر دعا بکنن که رب ارحمهما و قر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، ای خدایا پدر و مادر بالاشون رحم کنه، قسمی که اونها ما را در طفولت چی کردن؟ رحم یعنی تربیه دادن ما را، تربیه کردن ما را، نوازش کردن، خدمت ما را کردن، نفقه برشون آورده. ببینید که پدر و مادر چقدر در خدمت فرزند می باشن. بله. مادران شبها را بیدار میگذرن تا طفلشون آرام باشد. بله. درد نبینه. همچنان پدران به خاطر نفقه سفرهای میکنن، تکلیف ها را متحمل میشن تا برای فرزندانشان نفقه بیارن. باید حقوق پدر و مادر بیشتر بدانن و اون را ادا نمایند. بله. بله، متشکر. خب استاد، در مورد حالا این مسائل ما دونستیم مقام و منزلت پدر و مادر از دیدگاه اسلام، حالا حدود اطاعت از والدین، یعنی فرزندان تا چه حد باید از پدر و مادر اطاعت بکنند؟ بله، خیلی موضوع مهم هست. بله. اگر ما این را بگویم که مطلقاً هر چیزی که پدر و مادر بخواهد او قابل تنفیذ هست، ما یا اسلام برای ما حدود را، مرزهای را رسم کرده که باید از این حدود ما تجاوز نکنیم یا پدرها تجاوز نکنند. در سوره لقمان خداوند متعال می فرماید که و این جاهداک حالا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا و اتبع سبیل من اناب الیه ثم إلي مرجوكم فأنبئكم بما كنتم فيه تختلفون. در سوره لقمان آیه 15 هست. در این آیه خداوند متعال برای ما قاعده عام وضع میکند که اگر پدر و مادر شما را به چیزهای امر کرد که او حرام هست، که بزرگترین درجه حرام شرک آوردن به خداوند است. اگر پدر و مادر به فرزند بگویند که شما شرک بیارین به خداوند، نماز نخوانین، روزه نگیرین، عبادت نکنین، از مسجد اونها را منع میکند، برین یا مثلا به معصیت ها اونها را امر میکنه، در اینجا خود که خداوند گفته که فلا تطعهما، شما در اینجا اطاعت و پدر و مادر را نکنین. بله. در اینجا طاعت حرام هست. بله. چرا؟ در اینجا امر خداوند مقدم تر است از امر والدین. بله. مسئله اعتقادی هست در اینجا. ده. به شرک آوردن. ده. یا حتی در مسئله عبادی اگر ما بگویم که اگر یک پدر و مادر فرزندان از عبادات من هم میکنه، خدا هم گفته شما نماز بخواید، اون میگه نماز نمیخونه. بله. در اینجا چیست؟ رد، باید نظرشان رد شد، نظر پدر و مادر. بله. میگه که ما امر خدا رو اینجا چی میکنیم؟ به جا میآوریم. پس اولین چیست که حکمش است که در امر پدر و مادر باید معصیت نباشد. حتی ما حدیث دیگری داریم، حدیث مشهور است که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. بله. طاعت مخلوق جایز نیست در چی؟ در نافرمانی خداوند. بله. در هر چیزی که نافرمانی خداوند می شود در اونجا ما طاعت هیچ کس قبول نیست. مثلا پدر برای فرزند میگوید که شراب بنوش. بله. آیا ما می نوشیم؟ آیا ما میگیم که پدر امر کرده باید ما بنوشیم؟ نه خیر. بله. یا پدر شما رو میگوید که شما از یک جای بلند خدا به زمین پرتاب بکنید، انتحار بکنید، خدا بسوزانید. بله. یعنی همش چیزهایی است که از دیدگاه اسلام حرام هست. در اینجاست که اسلام برای ما گفته که طاعت والدین در چیزهایی که جایز نیست، در اینجا طاعتشون هم جایز نیست. بله. خب استاد، اگر موافق باشید یک بیننده پشت خط است. آقای روشن بفرمایید، از تاجیکستان. و علیکم السلام آقای روشن، بفرمایید. حضرت یک سوال داشتم. بفرمایید. آیا فرزند در کدام مورد میتونه نافرمانی کنند؟ آیا فرزند در کدام مورد میتونه نافرمانی کنند؟ ها، یعنی در کدام مورد، در چه زمینه میتونه نافرمانی پدر و مادر بکنه؟ بله بله. خب این الان شیخ داره در این مورد صحبت میکنه. بله بله. حالا گوش بفرمایید که این صحبت شیخ در این مورد است که در چه زمینه های فرزند میتونه که نافرمانی امر پدر و مادر بکنه. متشکر از شما آقا روشن. مایل سلام. بله. خب شیخ، این یکی از سوالات بیننده ما هم بود که
حالا حدود طاعت والدین، یعنی فرزند در چه زمینه میتونه که مخالفت امر پدر و مادر بکنه؟ بله، که بعضی شما شرکت این موضوع رو ما قبلا هم اشاره کردیم ولی بازم تکرار میکنم که هر امر پدر و مادر که مخالف شرع بود، خصوصا در مسائل اعتقادی، خصوصا در مسائل عبادات، در اینجا جایز نیست. یعنی فرزند باید کاملا در مقابل پدر و مادر استاد شود. مثلا پدر و مادر اونها رو امر میکنه که به یک بت آدم سجده کنه، یا مثلا به چیزهایی که خطر به عقیده انسان وارد میکنه او کار انجام بدهد، مانند سعد بن ابی وقاص که در مقابل مادر خودش ایستاد. و این آیات که شما در سوره لقمان تلاوت فرمودید در مورد سعد بن ابی وقاص نازل شد. بله. حتی در مکه مادر میگه صحابه وقتی که مسلمان شد، میگه پدرشان مادرشان برایشون گفت که شما یا اسلام ترک بگوین یا ما نان نمیخوریم. دیگه این صحابی جلیل برای مادرش میگوید که قسم به خداست که اگر 100 بار روحتان از جسدتان بیرون شود، هم سعد بن ابی وقاص، بله، من از دین خود هرگز بر نمیگردم. بله، دست نمیکشم. مثلا این بهترین نمونه است برای ما، الگو است که وقتی که شما را پدر و مادر امر میکنه که اسلام را ترک بگوین، و یا عمل را انجام بدین که او شرک است جایز نیست یا خلاف دستور، و یا مثلا یک کار حرام انجام بدین، بله، مثلا پدر و مادر میگه که فلانی رو بکشین، قتل کنین، قتل گناه کبیر است، آیا جایز است که فرزند را عملی کنه؟ نه خیر. چرا؟ ما اینجا باید یک قاعده عام داشته باشیم که هرگاه امر پدر و مادر با امر خداوند معارض واقع شد، در اینجا امر خداوند ما مقدم میدانیم. اما در کارهایی که مثلا حدود جواز کدام است، هر آن چیزی که مباح هست در اسلام و یا جایز هست، در اونجا فرض است که باید طاعتشان شود. مثلا پدر و مادر برای فرزند میگه که نماز بخونید، در اینجا طاعت فرض است، هم امر خدا است و هم امر پدر و مادر هست. و یا مثلا پدر و مادر از کسی میخواد که فلانی کار انجام بده، فلانی چیز برشان بیاره، او رو باید انجام بده، چیزهایی که مشروع باشه. اما مشروع نباشه او چی است؟ او جایز نیست. خب استاد عزیز، در مورد حال تعامل فرزندان با والدین، یعنی فرزندان چگونه باید با پدر و مادر برخورد بکنن، معامله شون باید چگونه باشه، و اسلام از ما که فرزند هستیم چه خواسته در مورد پدر و مادران خودمون؟ بله، ما در سوره مریم آیت هایی داریم که خداوند متعال در مورد ابراهیم علیه السلام برای ما حکایت میکند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واذکر فی الكتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا اذ قال لابیه یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. تا آخر آيات بعد ذو فدار برشمي قلت قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. بعد ذو إبراهيم عليه السلام يقول كي قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ابراهیم علیه السلام ابو الانبیا یاد می شود، یعنی پدر پیغمبران. چرا که از نسل از او دو پیغمبر است که یکی ابراهیم یکی اسماعیل علیه السلام است و یکی اسحاق علیه السلام است. و از نسل اسماعیل علیه السلام پیغمبر صلی الله علیه السلام به میان آمد و از نسل اسحاق علیه السلام تمام پیغمبرای بنی اسرائیل شد به میان آمد، لذا او به نام ابو الانبیا یاد می شود. ابراهیم علیه السلام در تعامل با پدر مشرک و کافر، پدرش مسلمان نیست، اما تعامل میکند بسیار مؤدبانه، بسیار محترمانه، بسیار با نرمی، که او این تعامل خداوند در قرآن کریم برای ما بیان میکند که ابراهیم علیه السلام میبینه پدرش یعنی بت پرست بود، حتی بت ساز بود، بت ها رو میساخت ولی ابراهیم علیه السلام بهش میگوید که ای پدرم یا ابتی، این کلمه است که در زبان عربی به نام دری کلمه ترحم و ادب است. این در فارسی ما شما میگیم که ای پدر جانم، یا ابتی، ای پدر جانم، تو چرا پرستشی آن چیز میکنی که نمیشنود و نمیبیند و نه از تو چیز را دفاع کرده میتونه، دفع کرده میتونه. باز میگوید که یا ابتی، ای پدر جانم، اینی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، برای ما وحی شده که تو را نمیدانی، فاتبعنی اهدک صراطا سویا. بس این چند مسئله را برشان گفت که یا ابتی لا تعبد شیطان، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. یعنی در اینجا ابراهیم علیه السلام برای تمام فرزندان الگو است که با پدر کافر چه قسم تعامل کرد. بله، لذا تعامل فرزندان خصوصا مسلمانان که پدر مادر هم مسلمان هست، این قصه داستانی که من
بر شما تقدیم کردیم، این در مورد پدری که مسلمان نبود، بله به این شیوه بود. بله. اما پدر و مادری که مسلمان باشد، او هزار بار یعنی باید تعامل فرزندان با اونها خوب باشد. بله. مثلا باید فرزندان بداند که پدر و مادر پوشش هر خانواده هست. بله. هرگاه این پوشش از خانواده دور می شود، این خانه ویران هست. بله. در این خانه باز چی می باید؟ گرد و غبار و تمام آفتها به میان می آید. بله. لذا پدر و مادر هر قدر پیر باشند، کلان سال باشند، باز هم برکت خانه هستند. بله. فرزندان باید بدانه که پدر و مادر اونها از چی می خواهند. اولین چیزی که فرزندان به اون متوجه باشد، طاعتشان، طاعت والدین به اونها واجب است به شکل عام. بله. طاعت و فرمان برداری پدر و مادر باید چی بکنن؟ اونها برآورده بسازن. ولی طاعت در چی باشد؟ در معروف، یعنی در چیزهای جایز باید اونها طاعتشان رو بکنن. بله. استاد اگر موافق باشید، بیننده از تاجیکستان آقا عبدالسلام بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. جناب سلام بفرمایید. شب شما بخیر استاد. میخواستم شب شما بفرمایید. امری پدر بر فرزند یک چیز معاین کنیم. انا پدر میتواند به خاطر موی سر فرزند خودش از خانه بیرون کند، بیان که عنوان یعنی پدر میتواند نکردنی. بله. پدر چی؟ پدر میتونه چی کار بکنه استاد؟ به خاطر نگرفتن موی سر فرزند چه از خانه بیرون کند یا نه؟ یعنی موهاش بلند باشه. آه بله، انشالله که جوابتون خواهید گرفت. خب متشکر از آقا عبدالسلامت. بله استاد محترم بفرمایید موضوع رو. بله، این اولین شرط طاعت پدر و مادر بود که باید فرزندان اون چی کنه، یعنی طاعتشان و فرمان برداریشان کنه در مسائلی که جایز است یا مباح است. بله. این اولین چیز است که هر چیز مثلا پدر و مادر میخواد فرزندان باید بخور نکنن. حتی پیامبر الله صلی الله علیه و سلم برای از مصاحبی میگوید که انت و مالک لعبیک، لعبیک بله، تو و امی مالی که داری از پدرتان هستین. بله. تو از پدر هستی و مالت هم از پدر است. بله. یعنی فرزندان باید بدانن که این مال و این دارایی همش متعلق به پدره، یعنی متعلق به پدره و در مقابل پدر بسیار چیز اندکی هست. بله. کوچیکی است. یعنی مقام اگر پدر و مادر داره. بله. اون را اگر میلیاردها میلیاردها پول باشد، بی ارزشش در مقابل. یعنی اگر مالک اون مالم فرزند باشه، بازم متعلق به پدره. بله. یعنی مقام پدر آنقدر بلندتر است، اگر پدر تقاضا کنه از فرزند که این مال برای ما بده، باید برایش هم بدهد. بله. چرا که اینجا پیامبر علیه السلام برای ما قاعده وضع کرد که انت و مالک لبیک، تو و مالت از کی؟ از پدرتان هستی. بله. چرا که حتی ما در فقه قاعده داریم، میگه اگر پدر فرزند بکشه، قتل عمد کنه، میگه فرزند قصاص نمیشه. بله. چرا؟ میگه به خاطر اینکه نمیشه. پدر قصاص نمیشه. بله. اگر پدر فرزند بکشه. بله. اما اگر فرزند پدر بکشه قصاص میشه. چرا؟ بله. میگه سبب میشه که امی پدر سبب وجود فرزند است. بله. اون اصل این فرع. بله. و این فرزند باید سبب عدم پدر نشود. بله. که پدر از بین برود. بله. ببین چقدر یک مقام بلند است، حتی در قصاص هم توقف شده. بله. لذا موضوع طاعت اونها خیلی ضروری که باید فرزندان کوشش کنه که دل پدران به دست آورن. بله. خب اینجا استاد یک مسئله پیش میاد که حالا بعضی وقتا ممکنه پدران، حالا ما موضوع برنامه گفتیم پدر سالاری است، در بعضی مناطق استاد مسائلی پیش میاد که پدر اصرار داره که حتما مثلا دخترش رو به فلان کس بده، حالا ممکنه به یک پیرمرد 70 80 ساله بده، دختر مثلا 13 14 سالش، و این میگه که من پدرتم و من باید این کار بکنم و باید تابع حرف من بشی. یا مثلا پدر میگه که به فرزندش میگه آقا زنت باید طلاق بدی و حتما باید این طلاق بدی. حالا این مسئله از نظر اسلامی چگونه است؟ صدای بینندگان رو خواهیم شنید و بعد این. بله بله، بیننده عزیز بفرمایید. آقا عبدالظاهر از افغانستان بفرمایید. آقا عبدالظاهر. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید آقا عبدالظاهر. بفرمایید. خب یعنی پدر و مادر وفات کردن و ناراض بودن از فرزند؟ بله.
خب یعنی حالا فرزند باید چیکار بکنه که دل اونها رو به دست بیاره؟ بله انشالله که جوابتون رو خواهید گرفت. خب بینندگان عزیز اگر موافق باشید با هم یک من برنامه خواهیم دید و برخواهیم گشت و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سنت عبارت است از سخن و عمل و تایید نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. چه پیامبر خدا با زبانش چیزی بگوید سنت محسوب می شود، چه در عمل کاری انجام دهد این هم سنت محسوب می شود. یعنی اون چیزی که در سنت و راه و روش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجود ندارد ما در اصطلاح شریعت بهش بدعت می گوییم. نماز بخوانید آنگونه که می بینید که من نماز می خوانم. خذوا عنی مناسککم، احکام حجتون رو از من بیاموزید. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز ارجمند. خب استاد محترم، دو تا از بینندگان سوال کردن. یکی از بینندگان به نام آقای عبدالصمد از تاجیکستان گفتن که آیا پدر میتونه به خاطر اینکه فرزندش موهاش بلنده مثلا اون رو از خونه بیرون بکنه و از خونه اخراج بکنه؟ نظر شما چیه و نظر اسلام چیه در این؟ در اینجا به یک چیز باید ما متوجه باشیم، تمام پدرها و تمام فرزندها، بله، که در اینجا مسائل حقوقی مطلق نیست، بله، که ما بگیم هر چیزی که پدر خواست او باید تنفیذ شود، بله، و یا هر چیزی که فرزند خواست او باید تنفیذ شود، بله، به شکل مطلق این مسائل از دیدگاه اسلام ذکر نشده، بله. بسیار تفصیلات است. مثلا یک پدر است که قدرت عقلیش خیلی ضعیف است، بله، یعنی نمیتواند که یک سخن خوبی بزند، یک موقف خوبی بگیرد، یک نصیحت خوب به فرزند بکند. این پدر است که در عقل چی دارد؟ کوتاهی دارد. و همچنان مادر، همچنان در فرزندا هم سیستم عقلی فرق میکند. یک فرزند است فهمیده است، عاقل است، یکی ضعیف است، یکی حتی دیوانه است. ما باید با هر کس تعامل خاص داشته باشیم. پدر باید کوشش کنه که به اساس اشتباهات کوچک فرزند با اونها زشت رویه نکند، بله، یعنی متصادم واقع نشود، یعنی رفتار بدی نکنه، رفتار بدی نکند، بله، اونها رو نصیحت بکنه و از طریقه های مختلف و به شکل دائم، نه اینکه به شکل یک بار، به شکل دائم، یعنی هر چیزی که میخواهد او رو به شکل نصیحت و خوب و آرام همراهش صحبت بکنه، بله. چرا که خصوصا فرزند که به مرحله بلوغ و رشد رسید در اونجا مسائل نصیحت و مشوره هست که باید با فرزند مشوره بکنه، بله. در اینجا با چیزهای کوچک که برادر عبدالصمد تماس گرفتن، یعنی موی دراز، این کدام گناه بزرگی نیست، بله. یعنی ما میبینیم اگر فرزند مرتکب جرم یا گناه بزرگی میشه در اینجا برای پدر جایز است که همراهش وسایل مختلفه و از او کار بگیره، با تندی با او پیش برود، بله. مثلا فرزند است نماز نمیخواند، با او، بله، با تندی پیش برود، بله، یا شراب میخورد یا مرتکب گناه کبیره میشود، بله. اما قضیه موها یا قضیه لباس که با شرع مخالفت نداشته باشد او به شکل آرام امراشی شود صحبت شود و از خانه باید بیرون نشود. من نصیحت میست که این مسئله جدی نیست که باید پدرها با اونها جدی رویه بکنه، مسئله عادی هست و حتی از جمله مسائل حرام هم نیست که ما بگیم که موهای دراز حرام است، بله، ولی به مو شکل شیوه شرعیش باید باشه، بله، متشکرم. خب استاد محترم، آقا عبدالظاهر از افغانستان گفتن که پدر و مادری فوت کردن، از دنیا رفتن و از فرزندشون ناراض بودن، حالا به اسباب یا به علتهایی. حالا فرزند در این حالت باید چی کار بکنه، چی کارهایی رو انجام باید بده که خلاصه بتونه رضایت پدر و مادر رو در فردا قیامت به دست بیاره؟ برادر محترم عبدالظاهر واقعا نقطه مهم رو اشاره کردن که اکثر این پدیده زشت در جامعه ما هست. خیلی پدر هست که از دنیا چشم پوشیدن و از فرزندانشان ناراض بودن، بله، و واقعا بسیار گناه بزرگی است، بله، که یک شخص پدر و مادر از او ناراض باشه ولو که اونها زنده باشن یا فوت کرده باشه، بله. ولی مشکل را که برادر محترم عبدالظاهر داره که پدر و مادر فوت کرده و از اینها ناراض بودن، باید چند کار شود. اولین کاری است که برایشان دعا بکنه و استغفار بخواه، بله، این حقشان هم است، بله.
حق پدر و مادر بالای فرزندان است بعد از فوت کردن که دعا کنه برشون، بله، استغفار بخواه. یک. بله. دوم چیزی که انجام میده صدقات خیرات. بله. مثلا اگر پولدار باشه برایش یک مسجد آباد بکنه، صدقه، بله، جاریه هست. بله. یک چای را حفر بکنن. بله. قرآن را چاپ بکنن، کتابای دینی را چاپ بکنن. بله. یعنی هر چیزی که ثوابش دائم هست و رو بره پدر و مادر چی بکنن؟ انجام بدن. بله. سوم چیزی که اونها انجام میدن است که از خداوند متعال استغفار بخوان. یعنی دعا را به خدا دعا بکنن که خدا ما را بخشش بکنه. بله. چرا که حتی ما در حدیثی داریم وقتی که یک انسان از یک شخص ناراض باشه و خداوند از این شخص راضی باشه، میگه خداوند متعال در روز قیامت ایر راضی میسازه. بله. از اون شخص ناراض. بله. حتی در مورد دین، کسی که بالای کسی قرض داره در دنیا ادا نکرده، میگه روز قیامت خداوند برای همین انسان میگوید که به با بالا ببین که این یک بسیار قصر زیبایی هست. بله. میگوید که این قصر از کدام پیغمبر است؟ خداوند برایشان میگوید که این قصر از کسی است که بالایش دین داشته باشه و دین ادا نکرده باشه و این برش عفو کنه. یعنی شما بالای شخص دیگر دین دارین. بله. ولی او دین شما را ادا نکرده، اگر شما عفو کنین این قصر از شماست. بله. همونجاست که میگم اون شخص میگوید که خداوند ما برش عفو کردیم. بله. بس دعا کردن به خداوند که خداوند برای انسان مغفرت بکنه، این هم یکی از وسایلش است. بله. و راههای زیاد است، انسان باید صله رحمی با خویشاوندا و اقارب پدر مادر دوام بده و بله. دیگر وسایل. بله. بله. خب استاد عزیز، ما سوالی کردیم، گفتیم که در بیشتر جوامع این رسم است که پدر میخواد حالا پدر سالاری خودش رو ثابت بکنه یا قدرت خودش رو ثابت بکنه به فرزند، که حالا یا فرزند دختر باشه یا پسر باشه فرق نمیکنه. به فرزند پسر مثلا میگه که تو زن تو باید طلاق بدی، ممکنه بدون هیچ سببی هم، یا دختر رو مجبور میکنه به ازدواج با کسی که اصلا دختر راضی نیست که با اون مرد ازدواج بکنه. حالا یا ممکنه اون مرد از نظر سنی پیر باشه، یا اینکه اصلا انسان بد اخلاقی و کفایت نداشته و ممکن از نظر دینی هم یعنی متدین نباشه. این نظر اسلام در این مورد چیه؟ آیا در این موارد پدر میتونه این کار رو انجام بده؟ بله، چون که همین پرسش که شما کردین یا مثالا رو بیان کردین، این مستقیما به موضوع امروزی ربط دارد. بله. موضوع پدر سالاری در همین نقطه بیشتر هست در جامعه ما. بله. در جامعه ما همین دو نقطه خیلی زیاد است. مثلا قبل از طلاق باید موضوع ازدواج بگویم که پدرهای هست که از طفولیت فرزند و دختر ازدواج میدن. بله. میگوید که دختر کوچکم برای فرزند کوچک شما یک ساله و دو ساله است. بله. ای برای به نکاح از رفته. بله. در اینجا فقها چی میگوین؟ فقها میگوین وقتی که همین پسر و همین دختر بزرگ شد حق اختیار داره. بله. ولو که پدر و مادر اینها را به ازدواج داده بودن. بله. ولی چون که اونها طفل بودن، حتی ایرا هم آدم نمیفهمه که اینمی فرزند وقتی که بزرگ میشود یک فرزند صالح است یا فاسد است. بله. وقتی که فاسد بود، این پدر در حقیقت همین فرزندش چی میکنه؟ ظلم میکنه. بله. که دختر خود برازو به یک شخص فاسد میده، در طفولیت هیچ کس نمیدانه. بله. و یا دختر یک دختر فاسد بیرون میشه، این نمیتونه که به یک همسر شخص صالح و نیکوکار باشد. بله. این یک نمونهش است که یک نمونه چی پدر سالاری است که نباید به این شکل شود ازدواج های طفولیت صورت بگیره. بله. مثال دومیش که شما گفتین در بزرگی، و این هم در جامعه ما هست که بح. یک پدر بدون از اینکه با دختر خود مشوره کنه، اونجا وقت یک شخص را پیدا کرده کلان سال است ولی ممکن پولدار باشه، یک معیار پیش پدر هست. فعلا پدر ما چند معیار داره در خصوصا در مسئله عروسی. بح. اولین معیارش پول هست. بح. فلان خوب تاجر است، خوب یعنی آدم خوب پولدار است و وضعش خوب است، به او میدیم. در حالی که نه از نگاه اخلاقیات خوب است، نه از نگاه دینداری، نه از نگاه نسب، هیچ خوبی ها نداره، تنها پول داره. بله. و این بدترین معیار است. بله. چرا که پول انسان چی نمیکنه؟ انسان نمیسازه. بله. پول پیش هر کس از پیش کفار بیشتر است نسبت به مسلمان ها. دوم معیاری که فعلا با پدر و مادر هست، مثلا پدر و مادر کوشش میکنه که فلانی دختر، در مورد دختر که انتخاب میکنه. بله. خوب کار میکنه. بله. خوب نان میپزه، خوب مثلا نان وای است، خوب آشپز هست، بدون از اینکه به دیگه معیارهایش اونها نگاه بکنه. این هم غلط است. یعنی دختر حق داره. بله. حق انسانی داره، نه اینکه به خاطر آشپزی انسان رو به خانه خود بیاره. بله.
دخترت خوب نان پخته میکنه. این کدام معیاره؟ هیچ معیار نیست. آلو نان با ایها زیاد است. کل بده نان برتان میه. هو دلام زیاد است. اما این معیار نیست. کفاعت را که فقها یا علما بر ما بیان کرده، مسئله از است که در دیانت اونها چی باشن؟ مساوی باشه، در اخلاقیات، در نسب، حتی در وظیفه را علما چی کردن که باید کفاعت در بین زن شوهر باشد. یک دخترش مثلا خیلی تعلیم کرده. و نمیشه که مثلا همسر یک شخصی موچی باشه، بی‌سوادی باشه، یا بی‌سوادی باشه، یا مثلا یک قصاب باشه. ما قصاب میگیم این چی است؟ کفاعت علما بیان کرده. پس معیارهای انتخاب دختر و فرزند باید اول دینی باشد، دوم اخلاقی باشد. انسان‌های بسیار با اخلاق باشند، حتی مسائل تعلیم. این هم خوب است که انسان یک زنی با تعلیم را انتخاب بکنه، یا فرزندی با تعلیم را بر دختر خود انتخاب بکنه. چرا که امروز عصر تعلیم است. تعلیم است، بله. باید ما کوشش کنیم که یک دختر را در خانه بیاریم که او با تعلیم باشد، که خانه را منور بسازد. یعنی وقتی که یک زنی با تعلیم به یک فامیل میاد، فرزندان با تعلیم اونها چی میکنند؟ به میان میاد، نسل‌های خوب به میان میاد. لذا پدرها باید بدانند که قضیه اجبار کردن دختر و یا پسر به ازدواج های اجباری جایز نیست. حتی برای در مورد فرزند ما نگفتیم. مثلا فرزند در خانه شده که پدر رفته وقت دستمال آورده از جیب خود برای فرزند میکشه که فلانی دختر رو برد گرفتیم. نه فرزند او را دیده و نه میشناسه، اگر هر رقم باشد. و این شده. حتی ما شما یک مثالش رو گفتین که اگر اجازه بدید یکی از بینندگان پشت خط بفرم. زیاد خب آقا عبدالوکیل از ما رو بفرمایید. آقا عبدالوکیل بفرمایید. بعضی پوزش از این که زیاد پشت خط موندید بفرمایید. ما پدر دارم در افغانستان، وقت زمانی که ما اونجا میریم میخوایم یک کار خیلی انجام بدیم، مثلا ختم قرآن میکنیم یا عید قربان و قربانی میکنیم، مخالفت میکنه با ما، حتی فوش میده. مثلا میمونه که مثلا تو خط میاد، تو دعوت داریم بلند میشه، سر صدا میکنه و ما مجبور میشیم با پدر ما مثلا زشت رفتار کنیم، سیاستش کنیم که برو تو خانه، خب زشت میمونه است. این حالا کار ما میتونه گناه چی میشه؟ بله، انشاءالله که جوابتون رو خواهید گرفت. متشکر از شما عبدالوکیل. خب بله، خانم ابراهیمی از امارات بفرمایید. خانم ابراهیم. بله، با سلام خدمت استاد محترم. علیکم السلام. من دو سوال داشتم. بفرمایید. یکی این که پدری که از طفلی اولادای خود را به خاطر پدر که دو تا زن داشته باشه، زن اول خود را امرای اولادای خود بدون هیچ خرچ و نفقه و چیزی ادا کنه، مثلا بره از اوشار بره دور شوه و سالها بعد بیایه و اصلا از این کار خود پشیمان نباشه، آیا چنین پدری مستحق احترام است؟ بله. و سوال دومی است، پدری که نتونه اولاد خود درست تربیه کنه و مثلا همسر مادر متوجه این مسئله باشه که بله این دختر من این رو روش تربیه برای درست نیسته که درست تربیه نمیشه و بخواه که اولاد درست تربیه کنه بدون اجازه شوهرش، این درست است؟ چطور میشه مثلا یک مردی را متوجه بسازی که این مثلا سختگیری بی نهایت زیاد برای یک دختر زیاد هم خوب نیست و دختر میتونه اعتماد به نفسش از بین ببره؟ بله. اینو باید ما چه قسم متوجه بسازن این مرد، یا اصلا زن حق داره که مثلا بر دختر خود یگان آزادی هایی بتا که میفهمه که این آزادی موجب اعتماد به نفس و دخترش میشه؟ انشالله که جوابتون خواهید گرفت. متشکر از شما خانم ابراهیمی. بله بله، آقا محمد ناظر، محمد ناظر از افغانستان بفرمید. آقا محمد ناظر بفرمید. آقا محمد ناظر بفرمید. خب ظاهرن قد شده تماسیم با بله. آقا عبدالرحمن از تاجیکستان بفرمایید. آقا عبدالرحمن بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام آقا عبدالرحمن. لطف کنید صدای گیرنده رو کمی پایین بیارید تا اینکه صدا برگشت نخوره. آقا عبدالرحمن بفرمایید. علیکم السلام آقا عبدالرحمن. سوالتون رو بفرمایید. آقا عبدالرحمن صدا گیرنده رو پایین بیارید لطفا. گوش کنید عبدالرحمن جان، یک سوال. همین مثلا پدری من میگه که مسجد گیجا میده. چطور؟ سوالتون رو
پدری دیجو میدهی میگه تن نماز میخونی اول یک کسب یا گی هنر یا گی چون میکنی نماز میخونی مادر من هم خیلی میگه که تو قرآن میخونی کتاب میخونی چیکار میکنی این کارا کرده شیوه نماز چه رقم یعنی شیوه نماز خوندن یعنی تقریبا همین چیز بود بنی آقا درمان یعنی شیوه نماز خوندن فرزند یعنی چگونه پدر و مادر به فرزند شیوه نماز خوندن یاد بدن اول یک کس یادگیر میگه یا که مادر من میگه که تو یک خدمتی من کن چیم خب مادر میگه که خدمت من بکن کسی میگه که تو یکان هنر یادگیر یکان کار یادگیر اول بعد نماز بخون همین تا کدام اندازه درستی دارم ها بعد نماز بخوا انشالله جوابتون رو خواهید گرفت بله به عنوان آخرین تماس ابو عبدالله از تاجیکستان بفرمایید آقا ابو عبدالله آقا ابو عبدالله بفرمایید آقا ابو عبدالله خب ظاهرا تماس ما قطع شده با آقا عبدالله خب استاد محترم آقا عبدالوکیل از امارات گفتن که ما پدری داریم در افغانستان که وقتی که ما از اینجا به افغانستان میریم و کار خیر میکنیم حالا یا عید قربان از قربانی میدیم یا به حساب ختم بخشی چیز دارن یا قرآن میخونن ختم میکنن اینا پدرشون بدرفتاری میکنه فحاشی میکنه ناسزا میگه و میگه ما با اوی خورده بد رفتار میکنیم حالا این از نظر شریعت یا اینا حق دارن در این گونه مسائل این گونه با پدرشون برخورد بکنن بله برادر عبدالوکیل براشون باید گفت که کارهایی را که اینجا آنها انجام میدن باید فکر کنه که این کار مستحب هست سنت هست واجب هست حرام هست چی هست بله مثلا اینها قضیه قربانی را گفتن بله یا قضیه ختم قرآن را گفتن قربانی سنت هست ختم قرآن هم سنت هست ولی تعاملی که در افغانستان است به شکل جمعی ختم قرآن میشه رفقه ها رد میکنه که به این شکل جایز نیست ختم قرآن ولی به شکل انفرادی یک فرزند ختم قرآن میکنه باک نداره در رابطه با تعامل با پدر این سببش نگفتن که پدرشان به خاطر چه علت من میکنه که آیا فرزندشان یا پدرشان تکلیف روانی داره تکلیف بیمار هست و یا مثلا نمیخواه که پولشان مصرف شوه یعنی عوامل مختلف است به شکل عام اگر پدرشون تکلیف های روانی دارد در اونجا ولو که پدر هر رقم باشد فرزندا کوشش کنه که دل از رو به دست بیاره تعامل بد نکنه با ملایمت نکنه با ملایمت مثلا اگر پدر خود اونها زشت میگوین مرتکب گناه شدن بله یعنی به جای از اینکه در قربانی ثواب بگیره اونجا گناه رو مرتکب شدن بله این قدر ثواب نداره قسمی که گناه مخالفت طاعت پدر چی است زیاد است زیاد است باید فرزندا کوشش کنه که اگر هر دو کار ممکن باشه او را انجام بده مثلا یا پدر به کاری که اونها کار خیر انجام میده اول خبر نکنه اگر کلان سال باشه بره. اگر عوامل دیگری باشه مثلا به خاطر پول باشه یا دیگه چیزا باشه او را به مو شکل با اونها تعامل بکنه که پدر هم راضی بسازه و همچنین کارهای نیک هم انجام بده بله متشکرم خب خانم ابراهیم از امارات میگن که شخصی مثلا دو تا زن داره و در کودکی میاد بچه های زن اولش رو مثلا رها میکنه میره آیا این پدر مستحق احترام هست مثلا بعدها مثلا برگرده به خونه آیا باید به او احترام گذاشت این نوع پدر یا نه در مسائل حقوقی برای خواهر محترم ابراهیم باید گفت که پدر و مادر خیلی زیاد حق داره ولی این پدیده بسیار زشت است کسی که دو زن داشته باشه یکی را رها میکنه و دیگر را میگیره یا فرزندای زن اولی را میگیره یا زن دومی را میگیره این هر دو هست بعضی هست که مثلا همسر دومی را رها میکنه بعضی از همسر اولی را رها میکنه این هم زشت است در مورد پدرها پدرها باید این کار انجام ندهد این جایز نیست هر کسی که همسر دومی میگیره باید اونها متوجه باشند که تعاملشان را یا حقوق دیگران را زیر پای نکنن بله. اونها هم فرزندانشان هستند بله. ولی اگر کار صورت گرفت قسمی که خواهر عزیز گفتن که پدر رها میکنه در اینجا از دیدگاه اسلام فرزندا کوشش کنه که طاعت پدر از دست ندهن احترام پدر از دست ندهن این نقص فکری یا عقلی پدر است که
یک قسم تعامل بد را میکنه. وقت که بد کرد ما نباید در مقابلش بد بکنیم. بله. احترام پدر و مادر را بکنیم. حتی ما مثالش برای شما گفتم، کسی که پدر و مادر کافر هم باشن احترامش بالای فرزندان لازم هست. بله. تا که اونها را به کار نامشروع چی نکردن، امر نکرد. اما بله. این که در اینجا پدر مرتکب گناه شده، تقصیر شده در مورد فرزند و همسر، این گناهی از او است، اما احترامش بالای فرزندان لازم هست. بله. خب خانم ابراهیم یه سوال دیگری داشتن، میگفتن که مثلا بعضی از پدران نمیتونن فرزندان دخترشون رو خوب تربیت بکنن، با سختگیرهای بیجا و رفتارهای نادرستشون ممکنه باعث بشن که دختر افسرده خاطر بشه یا آزادی دختر رو از او سلب بکنن، طوری که دیگه اون دختر ممکنه اصلا حالت روانی پیدا بکنه. حالا آیا در اینجا مادر میتونه بدون اجازه شوهر آزادی هایی که در یعنی در سطح خوب باشه و آزادی های درست باشه که از نظر اسلامی اشکالی نداشته باشه، میتونه به فرزند یعنی این آزادی ها رو بده و مادر اون رو تربیت بکنه؟ اصلا قاعده عام در رابطه به مسائل خانوادگی است که پدر و مادر در تمام مسائل مشوره داشته باشن. بله. یعنی اگر خدا نخواسته مسئله به نقطه کشانده شد که پدر به یک طرف روان است، همسر به دیگر طرف روان است، در اینجا کشیدگی های دیگری رخ می دهد. اگر مثلا همسر بدون اجازه شوهر دخترای خود به مسائل تعلیم، به مسائل دیگر چیزها چی میکنه، مشغول میسازه، پدر خبر نیست، ممکن این مشکل به یک مشکل بزرگتر منجر شود. بله. پدر ناراحت میشه، دست به کار میزنه که او خطرناکتر میباشه، عواقب بدی داره. لذا اگر پدر یک انسان معقول باشه، آدم دانشمند باشه، نمیخواد که فرزندانشان یک کار انجام بده که خلاف ارادی از او باشه. در اینجا باید به چند چیزا ما متوجه باشیم. یعنی منع کردن از تعلیم مشروع و شرعی جایز نیست. بله. یعنی پدر باید منع نکنه. بله. فرزندان خود، اگر دختر است، اگر فرزند است. بله. حتی باید تشویق بکنه که بله. اونها باید تعلیم بکنه، اما باید حدود تعلیم چی باشد؟ مشخص باشه. بله. اگر در سیستم پدر بگه که من میخوام که دختر من در یک جای مختلط درس بخونه. بله. یا تعلیم بکنه که او بدینش خطر داره، مثلا در کشورهای اروپایی ما داریم. بله. پدر به یک طرف روان است، فرزندا و دخترها به دیگر طرف روان است. بله. اونجا مسئله اخلاقیات بدتر می شود. بله. نسبت به مسئله تعلیم. بله. در اینجا به خواهر عزیز میگم که متوجه باشن که فضای تفاهم بین خود و شوهرشان ایجاد بکنن. بله. ولی اگر نمی شود، یعنی کوشش کنن که بدون خبر از او کار انجام ندن که عواقب بدی دارد. اگر خودشان نمی توانند از طریق برادرشان، از طریق اقاربشان پدر راضی بسازد. یعنی وسایل مختلف رو اونها به کار پرده تا به نتیجه برسند انشاءالله. خب آقا عبدالرحمن از تاجیکستان میگه مادری داریم مثلا میگه که اول خدمت من بکن بعد نماز بخون. حالا این چیه؟ آیا در این حالت باید این آقا عبدالرحمن یعنی امر مادر رو اطاعت بکنه یا اینکه اول نماز بخونه بعد خدمت مادرش بکنه؟ ما نمیدونیم که هدف برادر عبدالرحمن مشخصا چی بود که مثلا وقت نماز هست پدر با مادر چی میخواهد اینجا؟ یعنی خدمت هدفشون چی هست؟ در اینجا نماز قضا میشود، نماز فرض است، نمازهای فرضی. در اینجا ما قاعده را قبلا هم اشاره کردیم که جایز نیست پدر و مادر فرزند را از ادای فرایض دینی منع کنه. اگر مادر گفت که نماز نخوان، این جایز نیست. باید فرزند نماز بخونه، او امر خدا هست. وقتی که نماز خواندن، ولی ما همین نصیحت برای فرزندان میکنیم، بر تمام فرزندها، خواهرها و برادرها، که کوشش کنن یعنی مسئله را به نقطه نکشانن که او بدتر شود، یعنی نارضایتی پیدا شود. میشه که این نقطه حل شود. مثلا همراه مادر خیلی صحبت های شیرین بکنه، اونها را راضی بسازه، دلایل برشان بگه، قرآن بگه، حدیث بگه، داستان های صالحین و خدا پرستان برشان بگه، صحابه برشان بگه که این گناه داره اگر من نماز نخوانم یا حتی نماز جماعت او از ما ترک شود. یعنی میشه که جمع شود بین خدمت مادر و ادای عبادت. این به زیرکی خود برادر عبدالرحمن و دیگه فرزندان داره که اونها چه قسم میتونه که هر دو مسئله را جمع بکنه، هم خدمت مادر ضرور است و هم عبادت، ولی مقدمتر فرایض دینی هست. اگر نوافل باشه، باز در مسئله نوافل خدمت مادر مقدمتر است. و یک چیز دیگر ما اضافه میکنیم که ممکن مادر به یک چیزی بسیار ضرور نیاز داشته باشه در وقت نماز، اگر نماز قضا نمیشد باید فرزند
خدمت مادر خود بکنه. بله. اما اگر نماز به مرحله رسید که قضا میشود، دیگه باید نماز ادا بکنه. بله. متشکرم. استاد عزیز، وقت برنامه به اتمام رسیده و این آخرین برنامه ایست که ما در این دوره اجرا کردیم و زندگی برتر با این برنامه و با حضور شما حسن ختام پیدا کرد و به پایان رسید و انشالله در هفته آینده برنامه های جدید شبکه جهانی نور انشالله خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند ارائه خواهد شد و از این که تا این وقت ما را تحمل کردید از شما بسیار ممنونیم و امید است که این برنامه ها تونسته باشه که رضایت خاطر شما بینندگان عزیز رو جلب کرده باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپاریم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متشکرم استاد. Men are